کسی از شما نخواهد مرد مگر با گمان نیک به خداوند از این را خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توضیح دادند که برای حسن خاتمه هم راههایی وجود دارد و برای سوء خاتمه هم همینطور پس حالا که مرگ است که همه گه مردم از آن عبور می کنند باید بدانیم حالمان هنگام عبور از این در به چه صورت خواهد بود؟ یکی از راه های حسن خاتمه راستی با خداوند متعال است این که منافق نباشی ریاکار نباشی نه اینکه به مردم یک چیزی نشان بدهی و در دلت چیز دیگری باشی نه اینکه به ظاهر پیش مردم آدم خوبی باشی ولی در پیشگاه خداوند اهل فساد باشی نه اینکه به مردم نشان دهی اهل تقوا هستی ارهیزگاری محب اللهی و به درگاهش نزدیکی ولی وقتی که تنها شوی در خلوت دست به معصیت بزنی نه افرادی هستند که برای تظاهر و در مقابل چشم مردم اعمال اهل بهش را انجام می دهند. همانا که اهل جهنمند و عجل و تقدیر بر آنها پیشی میگیرد و عمل اهل جهنم را انجام می دهند. از راه های حسن خاتمه توبه است اینکه ایشان اگر گناهی انجام داد توبه کند زیرا ما نمیدانیم شاید مرگ برای ما فرصتی برای توبه باقی نگذارد شاید مرگ ناگهانی به سراغ ما بیاید و ما گناهکار باشیم خیلی ها در حال نوشیدن شراب میمیرند خیلیها خیلی ها در حالی میمیرند که آق والدین هستند و با خیشاوندان رابطه ای ندارند خیلی ها به خاطر دوزی وارد خانه مردم شده و در همان حال کشته شدند خداوند بندگان خود را در حالی که جانشان را قبضه کرده مشهور میگردند امکان دارد که بنده ای بمیرد و در حال گناه یا ظلم یا ستم کردن باشد عوضو بالله که به لقای خدا بروی و در این حال باشی. پس از راه های حسن خاتم توبه است. نبی علیه و السلام و سلام از کسانی که قبل از ما بودند برای ما گفتند. میفرمایند در زمانهای قدیم سه مرد بودند. در حال رفتن بودند که باران شروع به باریدن کرد. به دنبال جایی می گشتند. که تا زمانی که باران میبارد، از گزند آن باران در امان بمانند. قاری پیدا کردند. قار. وارد این غار شدند و در این غار چیزی به جز سنگ های بزرگ و گرد و خاک چیزی نبود پس در این غار نشسته منتظر قطع شدن باران شدند که بعد از آن به راهشان ادامه دهند هنگامی که در این غار بودند به سنگ ها نگاه می کردند. داخلش را می دیدند و صحبت می کردند که ناگهان طوفانی عظیم شروع شد و یکی از سخراهای بزرگ لغزید و از بالای کوه قلتید و مدخل ورودی غار را مسدود کرد همانند همین غاری که ما همکنون در آن هستیم از داخل بسیار بزرگ است بسیار بزرگ است اما مدخل ورودی آن ممکن است بیش از یک متر در یک متر هم نباشد یک متر در یک متر یک متر و نیم در یک متر و نیم تنگ است اما وقتی که وارد میشوی بزرگ است اگر صخره بزرگ از بالای کوه بغلتد و در کوه را ببندد، هیچ کس نمی تواند آن را به دستانش حل بدهد. انسان ضعیف آفریده شده. پس زخری از بالای کوه قلتید و مدخل غار را مسدود کرد. به هم دیگر نگاه انداختند. فکر کردند در این قار و در حالی که در بین ها گیر کرده اند، نه غذای کافی دارند، نه آب کافی، نه بستری، نه همسر و فرزندین و نه هیچ کس، داد زدند، گریه کردند، سخره ها را تکان دادند. اما نتوانستند و از خود پرسیدند آیا اینجا قبر ما خواهد بود؟ یکی از آنها گفت قسم به خدا که از اینجا نجات پیدا نمی کنیم. مگر اینکه به درگاه خدا دعا کنیم الله متعال او که ناظر شماست به شما گوش می‌دهد به آنچه که در قلبتان میگذرد آگاه است پس با اعمال صالحتان به درگاهش دعا کنید این سبب شد که به فکر فرو روند چه عمل صالحی انجام دادم از مالم چه صدقی دادم چه نیکی کردم از نامحرم چشپوشی کردم احسان کردم در بین مردم اصلاح کردم امر به معروف و نهی از منکر کرده هم. نماز خانده قرآن خانده یاد خدا کرده این سوالات را از خودشان پرسیدند. سپس یکی از آنها گفت. پروردگارا دختر امویی داشتم. که دوستش می داشتم. بیش از هر مردی که میتواند زنی را دوست بدارد. و من او را برای ازدواج میخواستم. ولی او مرا رد کرد زمانی که در سختی بود پیش من آمد و از من کمک خواست فقیر و شکسته پیش من آمد گفت مقداری پول به من بده پروردگارا من به او صد دینار دادم تا اینکه راضیش کنم با او هم بستر شوم تا اینکه راضی شد و مثل مردی که با همسرش می نشیند میان پاهایش نشستم گفت از خدا بترس این کار را نکن مگر از راه حلال و با اینکه که عزیزترین کسم بود از پیشش برخواستم و پول را برایش گذاشتم پروردگارا از من بپذیر که این کار را فقط به خاطر تو و طلب رضایت تو در حق او انجام دادم فرجی کن پروردگارم که از این موقعیت رها شوم در این موقعیت به تو التماس می کنم پیامبر صلی الله علیه و وسلم و سلم می فرماید صخره به حرکت درآمد صخره به حرکت درآمد ولی هنوز قادر به خروج از آنجا نبودند و دومین مرد گفت پروردگارا والدینی داشتم که بسیار کهنسال و فرسوده بودند و با ارزشترین دارایی من در کل دنیا بودند تا اینکه برای چرای گوسفندان به محلی دورتر رفتم این مرد فرزندانی دارد که دوستشان دارد برایش عزیزند دلتنگشان می شود همسری دارد پدر و مادری دارد که آنها بسیار کهن سالند. برای خورد و خوراکشان درآمدی ندارند و تنها منبع درآمدشان همان گوسفندان است که به چرا میبرند و شبها در راه برگشت گوسفندها را میدوشد و شیر دوشیده را نزد پدر و مادرش میآورد بعد از اینکه پدر و مادرش نوشیدند و سیر شدند سپس به فرزندانش میدهد تا بنوشند و بعد از آن همسرش و بعد خودش تمام روز منتظرش میمانند و این شامشان است روزی از روزها جای مناسبی برای چرای گوسفندانش در آن نزدیکی ها نبود پس آن روز مجبور شد گوسفندانش را برای چرا به جای دورتری ببرد گفت پروردگارا روزی برای چرای گوسفندانم به محلی دورتر رفتم و زمانی که با ظرف شیر پیششان برگشتم همه ی آنها در خواب بودند پس خداوندا من همانجا با ظرف شیر بالای سرشان ایستادم دوست نداشت پدر و مادرش را بیدار کند و لذت خواب را از آنها بگیرد و نمیخواست قبل از آنها به فرزندانش بدهد یا خودش بنوشد. گفت همانطور با ظرف شیر ایستاده بودم و بچه ها فریاد میکشیدند و پیش پایم گریه میکردند. اما با ظرف شیر ایستادم. تا اینکه پدر و مادرم بیدار شدند و نوشیدند. پروردگارا اگر از من بپذیری که این کار را فقط به خاطر تو، طلب رضای تو و خوشنودی پدر و مادرم انجام دادم فرجی کن که از این موقعیت رها شوم فرجی کن که از این موقعیت رها شوم این را میگوید و کودکانش را که منتظر بودند به یاد میآورد به یاد میآورد که والدین کهن سالش منتظر حضور او بودند به یاد میآورد که همسرش منتظر اوست پروردگار را فرجی کن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید صخره به حرکت درآمد ولی هنوز هم نمی توانستن از مدخل آن خارج شوند هر دو شخص دعا کردند اولی دعا کرد با دوری کردن از حرام و خدا با این عمل خالصش نجاتش داد با این عمل به درگاه خدا متصل شد و دومی با نیکی به والدینش دعا کرد. او حاضر نبود این شیر را به فرزندانش بدهد. پس وی حتما در دیگر امور هم با والدینش همین گونه نیکوکار بوده و خداوند با این عمل نجاتش داد. نگاهی به شخص سوم کردند. سومی گفت پروردگارا زمینی از مال خدا داشتم و چند کارگر برای کشاورزی اجیر کردم. مزدشان را پرداخت کردم. همه حقشان را گرفتن به یک نفر. آن مرد مزدش را اندک دید و گفت این پول برای کار سخت و تلاشی که کرده هم کافی نیست. عصبانی شد و پول را گذاشت و رفت. وقتی که رفت و پولش را گذاشت این مرد برای پول کارگر از خدایش ترسید. میدانست که این پول حق برادرش است. پس پول را برای خودش بر نداشت. بلکه پیش خودش محفوظ نگه داشت. و تصمیم گرفت. آن را زیاد کند. پس با آن پول گوسفندی خرید و بعد آن گوسفند بر ری آورد و این گوسفند بچهش مال آن مرد قایب شدند. بچه گوسفند بزرگ شد و پروار شد و بچه دار شد و بچهش بزرگ شد و باز بچه دار شد. گوسفند زیاد شدند. بعد چند تا از آنها را فروخت و گاوی خرید. آنها هم زاد و ولد کردند و فروختش و شطوری خرید که آن هم زاد و ولد کرد. سالها گذشت و آن مرد قایب بود. و این مرد امین مراقب مالش بود. پس از سالها آن مرد قایب از راه دوری آمد. پیش صاحب پول. تا پولش را بگیرد. گفت پروردگارا، او آمد و پولش را درخواست کرد. خداوندا به او گفتم، این دره را بینی؟ این دره را بینی که پر است از شطور، گوسفند و گاو؟ آیا بینی؟ گفت بله، گفتم این مال توست. آن فقیر نگاهی کرد و گفت آیا من این همه ثروت دارم؟ مرد فقیر یادش می که فقط کمی پول طلب داشت که در یک کف دست جا می او گفت از خدا بترس. مرا تمسخر نکن. میخواهی بگویی که من فقیرم ولی تو غنی؟ میخواهی نشان دهی که تو قوی هستی و من ضعیف؟ میخواهی این را بگویی؟ به خاطر این که خداوند به تو بیشتر مال بخشیده مرا مسخره می کنی؟ من هیچ دلیلی ندارم مدرکی یا شاهدی که نشان بدهم تو به من بدهکاری از خدا بترس و مسخرم نکن باور نمی کرد باورش نشد که این همه مال برای اوست گفت قسم به خدا که این مال برای توست قسم به خدا که همه اش مال توست پولت را به گردش درآوردم برای سرمایهگذاری گذاری کردم اکنون تمام این چهارپایان و چوپایان در این دره از آن توست سپس گفت آن مرد همه ی چار پایان را از آنجا برد. همان مردی که صاحب اصلی پول بود، دنبال مالش آمد و تمام گاوان و گوسوندان و شترها را از آنجا برد و رفت. سپس این مرد در حالی که بین ها و سنگ ها گیر افتاده بودند ادامه داد. صخره هایی که به هیچ صدایی پاسخ نمی دهند، گشن را سیر نمی کنند و اتشی را برطرف نمی کنند. و در بین این ها هستی. گفت پروردگارا اگر از من بپذیری این کار را فقط به خاطر تو و طلب رضای تو و خوشنودی تو این امانت را حفظ کردم برجی کن که از این موقعیت رها شوم برجی کن که رها شوم رسول الله فرمودند سپس صخره به حرکت درآمد و آنها از آن غار بیرون آمدند از غار بیرون آمدند از آتش و گرسنگی نمردند که به این صورت به دیار آخرت سفر کنند که این سرانجامشان باشد دور از همسرانشان نمردند در غم و اندوه و ناراحتی جان نباختند در عذاب جان نباختند بلکه خداوند متعال از آنجا خارجشان کرد و رهایشان کرد با توبه خداوند متعال ارزشت را بالاتر میبرد و پایان زندگیت را نیک می گردند. آه... آه... یکی از راه های حسن خاتمه دعاست. این است که بندگان مستمر دعا کنند که خداوند عاقبت آنها را نیک گرداند. همه گذشتگانمان پیوسته این دعا را می خندند. هنگام سجده دعا می کردند. در حج، در عرفه، در حال تواف و آخر شبها دعا میکردند. خداوند عاقبت به خیرمان کن و مرگ را بر ما آسان بگردان از راه های عاقبت به خیری دوری از ظلم و ستم به مردم است دوری این که به کی ظلم کردی این گونه نباشی که اگر در میان مردم راه بروی آن را زده باشی و به این یکی دشنام داده باشی و آن یکی را فریب داده باشی این یکی را گول زده باشی و مال آن را بالا کشیده باشی نه باید وقتی در میان مردم راه می حق هیچ کس به گردنت نباشد. این یکی از بهترین راه های عاقبت به خیری است. این که ابدا حق هیچ احد و ناسی به گردنت نباشد. در روز قیامت سه پرونده وجود دارد. سه دست اعمال هم وجود دارند. یکی از اعمالی که ابدا خداوند نمی بخشد شرک به خداوند است. کسی که به خداوند شرک بورزد خداوند به هیچ وجه او را نمی بخشد. یک عملی هم هست که فقط بین بنده است و خدای خودش و آن هم ظلم انسان به خودش است کوتاهی در نماز کوتاهی در زکات کوتاهی در حج که روزش را بدون عذر بشکند و عملی هم هست که خداوند در بین مردم قضاوت می کند و آن حقوق بندگان است حقوق بندگان از راه های عاقبت به خیری این است که شب هنگام وقتی که در حال خواب هستی به یادت نیاید که فروشنده ای از تو پولی طلب دارد یا اینکه به صاحب مغازه بدهکاری یا به همسرت ظلم کردی یا ناخداگاه و ناخواسته بین فرزندانت فرق گذاشته نه اینکه هیچ ظلمی نکرده باشی ابدا که مردم علیه تو بد دعایی کنند شاید هنگام مرگ فریاد بزنی روزی حجاج ابن یوسف به سعید ابن جبیر ظلم بزرگی کرد و او را کشت. حجاج ابن یوسف سعید ابن را کشت. و روزی که مرگ سراغ حجاج ابن یوسف آمد، آهو ناله می کرد و می گفت با سعید ابن جبیر چه کردم؟ من با سعید ابن جبیر چه کردم؟ وقتی که در بستر مرگ بود، ناگهان به یادش آمد که آن مرد بیگناه بود، پس به کسی ظلم نکنید، مال کسی را نخورید. اگر پایان خوشی را می خواهید، مال کسی را نخورید، به کسی تجاوز نکنید، به هیچ کس ظلم نکنید، حق کسی را نخورید. طوری زندگی کن که جیبت، مالت و شرفت سالم باشد و وقتی در حضور مردم صحبت می دهانت سالم باشد. از علائم عاقبت به خیری در حال مرگین است که فرد جانش را در حال عبادت از دست بدهد اینکه در حال نماز بمیرد یا اینکه در حال تلاوت قرآن یا در حال نیکی کردن یا اینکه لبیک گویان و در حال احرام بمیرد و از دیگر علائم عاقبت بخیری مردن با عرق جبین است رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مؤمن با عرق جبین میمیرد. یعنی به هنگام مرگ پیشانیش خیس عرق میشود. مفسرین میگویند که این چند دلیل دارد بعضی ها گفتند ممکن است از شرم دیدار خداوند عرق می کند یعنی از حیای بلقا الله بعضی ها گفتند که پیشانی به خاطر ترس و تعظیم خداوند عرق می کند. و بعضی ها گفتند که پیشانی عرق می کند برای اینکه خداوند متعال خواسته که او را از بقیه گناهانش پاک گرداند. برای همین روحش را با درد و رنج از بدنش جدا می کند. از دیگر علائم عاقبت به خیری این است که هیچ حقی برگردن کسی نداشته باشی. در حالی بمیری که به یاد بیاوری به کسی مدیون نیستی یا اینکه کسی را فریب نداده باشی اینکه بمیری و هیچ حقی از حق مردم برگردنت نباشد. از دیگر علائم حسن خاتمه این است که فرد دوست داشته باشد خداوند را ملاقات کند. فرائز و نمازهایش را به جای بیاورد. همانطور که گذشتگان به خواندن نمازها اهمیت زیادی میدادند. زیرا میدانستند نماز اولین عملی است که پس از مرگ با خود به لقای خداوند متعال میبرند نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام مرگش تکرار میکرد و مردم را به آن وصیت میکرد نمازهایتان نمازهایتان و ملک یمینتان یعنی خدمتکارانتان به آنها ظلم نکنید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میدانست که اگر به نمازش اهمیت بدهد هنگام مرگ خداوند از او راضی خواهد بود ولی از علائم سوء خاتمه این است که انسان در هنگام گناه کردن بمیرد و با آن مشهور گردد. مثل رفتن به مهمانی که در آن مشروبات الکلی وجود دارد، فسخ و فجور هست و انواع گناهان دیگر و نعوذ بالله در آن بین جانش را از دست بدهد یا استفاده از مواد مخدر و هنگام مصرف مواد مخدر که بسیار ننگا و بمیرد. به خاطر زیاده روی و وقتی آزمایش کنند ببینند که واقعا مصرف کرده. پناه بر خدا از سوء خاتمه از علائم سوء خاتمه این است که شخصی بمیرد و پدر و مادرش ازش راضی نباشند یا اینکه بمیرد در حالی که ظلم کرده یا مردم برایش دعای خیر نکنند یا اینکه در حالی بمیرد که حق زکات مردم را نداده باشد پناه بر خدا عبدالعزیز ابن عبی رواد مردی از مردم بود و غیر از او مرد صالح دیگری هم بود. او تاجر بود. آن مرد ثروت زیادی داشت و در حالی که عبدالعزیز در بستر مرگ بود رسید. طلاها را نشانش داد و گفت من را برای تجارت فرستادی و این درآمدمان است. این درآمدمان است. به این طلاها نگاه کن. او به سکه ها نگاهی کرد و گریست و گفت ای کاش اینها فضولات شطور بود. یعنی پشکل شطور بود. گفت ای کاش اینها پشکل شطور بود مال و ثروت بی نیازم نکرد مال و ثروت بی نیازم نکرد تا اینکه در همین حال جانش را داد پس باید زکات مالت را بدهی در آن کوتاهی نکن به گرسنگان غذا بدهید صدقه بدهید تا اینکه به لقای خداوند فائز شوید و پروردگار نیز از لقای تو خوشحال می شود همانند تو